درود خدمت شما، رضا خانتاراج هستم. در مجموع رفع اشکال میلیون دلاری خدمت شما هستم تا اشتباهات رو بررسی کنم، سوالای بچه ها رو جواب بدم و عموما یه دوره مختصری روی چارتا بکنم. خیلی مهمه، معاملات اشتباه ما بررسی نمی کنیم. ما تمرکزمون رو معاملات ضرر نیست، تو بازار نمیریم که ضرر نکنیم. نکته بسیار مهم. خیلی از بچه ها فکر میکنم ما رفع اشکالا رو میذاریم، دلیلش اینه که ضرر نکنیم. نه، اتفاقا شما خیلی از این اشتباه رو اگه نگاه کنی به واسطه همون اشتباه نحوه صحیح معامله رو ما گفتیم. یعنی خیلی از این اشتباه ها جاییه که اصلا تو نباید معامله میکردی، یا حتی میتونستی برعکسش معامله صحیح انجام بدی. ما تمرکزمون رو این نیست که معامله گر ضرر دهی نباشیم، حالا ضرر نکنیم بعدش سود میاد. نه، ما از اول تمرکزمون روی انتخابامونه، روی دقت تحلیلامون و تریدمون، معاملهمونه که بتونیم به سود برسیم. پس من میبینم بعضی جاها میگن اشتباه هست و تجربه اشتباه. اینجا این که تجربه ضررهای خیلی عجیب دیگران رو نداشته باشیم، اینجا این که راهی که بقیه نرفتن نریم. مثلا اعتقاد ما این نیست که حتما توی معامله گری باید حتما یه سری ضرر رو داشته باشی. نه، اتفاقا مجموعه رفع اشکال میلیون دلاری قطعا میدونم بچه‌هایی که نگاه میکنن کامنت میذارن، تجربیاتشون رو میگن توی کامنت های یوتیوب. به صورت فزاینده من فیدبک که از بچه‌ها میگیرم تاثیر مثبت داشته روی معاملاتشون. پس ما این موقعیت ها رو جدی میگیریم. بعضی از معاملات مثل این معامله که انجام شده خیلی ساختار خوبی نداره، از این بابت که گفته سناریو یک میخوام بگیرم. ببین، قبل اینکه برم سراغ سناریو یکت یه ذره میام عقب‌تر. فرمیشن چارتو به نظرم روی این معامله نخوندی. ببین، بازار کاملا اگه موافق باشین با من، بازار یه حرکتو کرده، اومده رفته رسیده به یه جایی و بعدش کاملا اون حرکتو جبران کرده. نگاه کن، سناریو یک زمانی قبل از شکست که تو انتظار شکستو میدی میری، اما واقعیت یه نکته با خودت فکر کن. قبل از انجام معامله با خودت یک بار این سوال رو مطرح کن که این معامله ارزش رو داره من برم؟ کجای بازار دارم ترید میکنم؟ الان داری جایی از بازار ترید میکنی که به نظرم بعد از یه حرکت بزرگ، اصلا ما انتظاره یه دونه ناحیه رنج رو داریم، یا یه حرکت، یه میتونم بگم حضور چند تا سله، برحال بعد از این حرکت وقتی داره میاد پایین، من یا توی این ناحیه پایین یا تو ناحیه بالا انتظار دارم سلرها بیان دیگه. اگه این ناحیه رو گذاشتیم واکنشا رو دیدی، میدونی جاییه که سلرها میان. پس بنابراین به نظرم این معامله ستاپیه که خب به نظر روم تو رانی که شما داری صرف نداره بره بعد از این حرکت بزرگ. بعد این حرکت چرا میگم اینو؟ چون باز اینجا به نظرم دیده نشده که کجا این معامله داره انجام میشه. چندین بار دیگه دقیقا سوزنی اومده خورده. و نکته بسیار مهم، بسیار مهم، بسیار مهم که اصلا سناریویی که تو شاید نابود بکنه و بذاره کنار دیگه انتظارشو نداشته باشی، اینجا اینه، این کندل، حضور این کندل خیلی جالب معنی دار روی جایی که میدونی ناحیه مهمیه. بعد از یه حرکت سریع ما یه کندل دوجی روی یه ناحیه دیدیم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که تقابل صورت گرفت و الان دیگه به محض اینکه اینجا زیر این دوجی شکسته بشه قطعا میدونیم حضور سلرها سنگین تر میشه. پس من اگه بخوام اینو معامله کنم اجازه میدم قیمت دیپتر بیاد پایین، از این سطح پایین معامله کنم که فضای خوب آزادی رو داشته باشم روش. میدونم یه پیشنهادی که همیشه بچه‌ها میکنم اینه که گذر از سناریوی 3 و 5 و رسیدن به سناریوی 1، که بچه‌ها سناریوی 1 رو دوست دارن چون هیجانش بیشتره، شاید ستاپش به نظرشون بیشتره. اما واقعیت اینه اگه سناریوی 3 رو تمرین بکنی با این پول بک آشناتر میشی. اتفاقا جزء
اون دسته پولبک هایی که حتی اگه سناریوی 3 باشه ما خیلی تمایل نداریم اینجاها بخریم. حالا این جای بالا شده چی؟ شده یه دونه جایی که اصلا عرضه تقاضاه و خیلی مهمه. و حالا جالبیش هم اینه که استاپلاس هم همینجا گذاشتی، یعنی خیلی خوشبین بودی به حرکته، شاید تحت تاثیر حرکته بوده، چون معمولا من خودم شخصا یا خیلی از استراتژی دیگه استاپلاس رو میذارن زیر اولین سوینگ. اینجا اولین سوینگش فکر میکنم اینجاست، نمیصرفه یه جورایی معامله. خیلی بعد از این حرکته حرکت جالبی داشته. یه معامله دیگه، این معامله هم خیلی قشنگه، یه دونه انتریه، انتری که درست رو سقف روزانه است، فورمیشن به نظرم یه سری چیزا نادیده گرفته شده تو این چارت، مثل این حرکت رنج، این حرکت اومده پایین رفته بالا دوباره اومده پایین. نگاه کنین، اگه به نظرم این رو، این دوتا سوینگ رو ناحیه میگیری، اینجا هم ناحیه است، و اگه اینا رو ناحیه میگیری قطعا میدونیم وسط هم یه ناحیه داری. این ناحیه نذاشتن، استاندارد نذاشتن من مدت ها خودم داشتم و توصیه میکنم بهتون اگه علاقمندین به این کار میخواییم بیاریم چارتاتون رو بررسی کنیم. به نظرت از دور که نگاه میکنی فورمیشن خوب یا دابل تاپ مثلا یکی میبینه، یکی میبینه الگوی مستطیله به من میگه، اما واقعیت هیچ کدومو قبول ندارم چون الگوی مستطیل ایدئال من نیست. صرفا این بالا یه جایی بوده، های بوده دیگه، های یه مدتی بوده، حالا های روزانه اینجا من میبینم های روزانه بوده و قیمت برگشته. باز نگاه کن با یه فشار صعودی اومده. حالا جالبه اینجا رو اون جایی که خیلی حساسه یه دونه کندل زده این فرمی. این کندل چی رو داره بهت میگه؟ دوباره از اون کندلاییه که برای من جای شک و تردیده. میگم اگه سلرها قوی بودن چرا نیاوردن یه ذره بیشتر از این؟ این دقیقاً این فرمیشن رو دیدی، ترید نکن اینجا، نمیصرفه ترید بکنی، چون بعدش تعداد زیادی از این کندلای کوچولو میبینی میاد پایین، شیر میکنه معامله گرا رو. خیلیا ترید میکنن، سل میزنن و میره استاپتو میزنه. به نظرم استاپش هم جای خوبی نیست. استاپ به اضافه اسپرید بالای اینجا باید باشه اگه بالای های روزانه میذاری. درسته ضعف بایر رو اینجا دیدی، اما موضوع اینه که آیا قدرت خوب سلر رو هم دیدی؟ ضعف بایر رو تو این کندل رو دیدی، شاید تو کندل بعدی هم در واقع فشار سلر رو دیدی. اما موضوع اینه که تو داری اینجا تحت یه استراکچر ساختار مثل ایسپازرسی اینجا عمل میکنه دیگه، میتونه گیر بکنه. اینجا بایرا گیر کردن، اومده پایین، گیرش یه ذره از پایین تر رفت شده، معطلی داشته اما رفته بالا. اینجا اگه بخوام معامله بکنم کندل قرمز من باید خیلی قشنگ تر باشه، و به علاوه این که حالا علاوه بر این کندل قرمزه که باید قشنگ تر باشه، فورمیشن چارت هم خوب میشه، خوب تر بشه. یعنی اگه بخوام رو سقف روزانه ترید کنم، مثل یه نمونه، یه مثال، این مثالی که برات میارم، نگاه کن این فورمیشن یو اس دی ان آخرین ترید امروز، و نگاه کن از کجا سلر بودم، از اینجا. اینجا اولین پول بک رو تشخیص دادم. کجا بستم؟ بستن معامله رو ببین، روی ناحیه پایینی یه معامله خوشگل یو اس دی که چی کار کرده؟ اومده رسیده به های روز، این چقدر قشنگ، و فورمیشنش نگاه کن تغییر پیدا کرده، یه رنجی زده، اومده پایین، اولین پولبک و سلش تا ناحیه پایینی. این فورمیشن خیلی قشنگ تر از اون فورمیشنی که بهم نشون دادی و زیباتر. این در نهایت چارتای این دوست عزیزمونه که برامون فرستاد، و بریم سراغ، تا وقت داریم دیگه، بریم سراغ یه سری چارت دیگه. این دوتا چارت دیگه است که با اندیکاتور نمیدونم استفاده میکنه یا نه، اما جالبه بعد از رسیدن به سقف ریسک فری کرده. معاملش اصلا مشخص نیست اینجا چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم اینجا
معامله سل بوده، اصلا این خطش جا به جاست. یه نکته میخوام بهتون بگم اینه که اگه با هر استراتژی کار میکنین، بهتره که معاملاتی که میذارین یه ذره دقیق تر باشه. اینجا بایش رو زده، من فقط از رو اردره میفهمم، بایش رو زده، یور یو اس دی بایش رو زده و اینجا یه مقدار ضرر شده، بای زده. پس بنابراین ساختار رو خوب تشخیص داده، قیمت اومده پایین، حرکت کرده، رفته بالا، اینجا بایر بوده. من اگه بخوام بایر باشم اینجا منتظر یه پولبک به سمت بالا، و این پولبک رو نمیبینم. به نظرم رو سقف میبستی، یعنی حالا اگه مووی اوریج داری ازش استفاده میکنی، میدونی مووی خودش یه دونه در حقیقت حمایت محسوب میشه. پس اینجا اگه ترید کردی، اینجا هم استاپت بوده، حالا ریسک فری کردی معاملتو، به نظر نرسته به ناحیه بالا، اینجا ها ریسک فری کردی میبستی، چون خیلی حرکتش جالبه، حرکتش حرکتو کرده اندازه اون استاپلاسی که بوده. حالا نمیدونم استاپلاست انقدر بوده یا این الان بعد ریسک فری کردنه. اگه بعد ریسک فری کردن این استاپلاست، استاپلاست این پایین بوده، پس بنابراین اصلا روم تو ران نداشتیم معامله رو انجام بدیم. یه دلیلی که ما صبر میکنیم پول بک بگیریم اینجا برای همونه. نکته بسیار مهم دیگه، اگه ریسک فری میکنی، و الان میبینم منفی، اگه ریسک فری میکنی در حقیقت کاری که انجام بده اینه که بیا و نقطه استاپلاس رو بذار بالای نقطه ورود، یعنی تحت هر صورتی اون معاملت بسته شد. بعضی وقتا به بچه هم میگم حتی اسپرد کمیسیون هم در واقع در نظر بگیرید، تحت هر اتفاقی که افتاد تو صفر یر به یر یا تو سود ببندی. این در نهایت معاملش اومده پایین، فورمیشنش به نظرم اینجا نیاز داشتیم که این حرکتی پولبکی رو بده، اما این پولبکه اتفاق نمیفته، میاد بالا و حالا جالبیش اینه به نظرم اینجا یه موقعیت سل خوب میداده، یعنی زیر این کندله میشده سلر بود، این بالا استاپلاس. خیلی جالبه، دو سه تا موقعیت جالب اینجا، یکی اینجا با قرمز بکشم، یه سل اینجا، یه حرکت جالب اینجا داده دیگه، حالا بقیهش هیچی. چارت جالبیه یورو یو اس دی ام سیش، کاملا مشخصه اینجا یه رنجی شده و ادامه داده، یه تعداد زیادی هم به نظر میرسه استاپلاس مقاومت اینجا بوده دیگه، آخرین زورم زدن، قطعا آخریان به دام افتادن، بایر باشن اما بعدش سلر شده، کندل کاملا مشخصه اندازه کندل قبله. چارت بسیار زیبا، خیلی جالبه و در حقیقت فکر میکنم که برای جلسات آینده یه تعدادی از معاملات خودم رو دستبندی بکنم و برای بچه ها بذارم، معاملاتی که به صورت صحیح انجام شده. حالا جلسات رفع اشکال رو داریم، ادامه میابه، اما در کنارش فکر میکنم بعضی از بچه ها الگوی درست و صحیح از معاملات ندارن، یه تعدادی از معاملات رو میخوام انتخاب کنم و الگو رو براتون بذارم و از معاملاتی که درست و فکر میکنم به نظر ایدئال ترین و استاندارد ترین معامله است که میتونیم انجام بدیم. ممنون که تو این جلسه هم همراه من بودی، فعلا باهات خدافظی میکنم تا آموزش‌های آینده. خدا نگهدار.